مامانم میخواد آب گوشت درست کنه، گوشتش دنبه نداره، بیام ببینم این مغازه دنبه داره براش بگیرم. سلام آقا، دنبه داری؟ یه ریز به من بدی؟ نه؟ هیچی؟ مرسی. سلام علیکم به همگی. امروز میخوام آب گوشت بذارم برای نهار. خب میخوام بریم آب گوشت. البته همه بلدن، برای جوونا من این حرفو میزنم، والا همه آب گوشت کاری نداره، همه بلد، منتها جوونا این دوره شد بلد نباشن. حالا من میخوام توضیح بدم یاد بگیرن. خب چیکار کردی؟ نخل و لوبیا رو دو روز خیس کردیم، نفشو گرفتیم، بعد آبش هم عوض کردیم که نفشو بگیریم. حالا ریختیم تو قابلمه. خب میخوام آب گوشت درست کنیم. خب حالا ریختیم، میخوام گوشتش رو بندازیم. بریز ببینیم. گاز روشن کنم. گاز روشن کردم، گوشتا رو بریزم توه. گوشتا چی هست؟ گوشت. آها گوشت. گردن و گردن و بعد مایچه و استخونم که دیگه داره، استخونم داره، دنبلچم داره که آب گوشت رو خوشمزه میکنه، دنبم داره. همه رو ریخت نمتونه قابلمه جوش بیاره. حالا پیازم رو میندازم. پیازت هم که پوست کندی؟ بله، پیاز رو پوست کندم، آماده کردم که وقت گرفته نشه. خب بعد زردچوبم رو میریزم. اول نمیریزم، کفشو بگیرم، بعد زردچوبه. اینکه اگه بخوام کفشو بگیرم، زردچوبه رو همه پس میخوای بذاری جوش بیادش؟ میخوام بذارم جوش بیاد. درشو میذارم، برم کف آفوش جوش اومده، این کفشو دارم میگیرم. کف آفوش که جوش جوش اومده، کفشو میگیرم، تمیز بشه، حاضی آفوشتمون کف نشه. اونجا که میتونم کفشو میگیرم، قاطی آب گوشتمون این کف نشه، تمیز باشه. ببینید دیگه زردچوبهشو میریزم، رو به گوجهشو میذارم، درشه میذارم تا بپزه. منم که رفتم قصابی. بله برم قصابی سر کوچه شما، اینی که مواد پروتئینی میفروشه، ببینم که چون یک انگار فکر کردم که دنبه اینه، انگار شما گفتی کمه، گفتی رفتم اونجا بگیرم برای دنبه بیارم که گفت دنبه نداریم. حالا نمیدونم چرا دیگه دنبه کمیاب شده. حالا اب نداره دیگه، داشتش دیگه یک کمی کوچولو داره. اگه بیشتر باشه خب خیلی خوشمزه و خیلی خوشعط. بعدم خیلی خالی که نبود، نداشتیم، با همه یه ذره ما میسازیم. کفو میبرم میرم زردچوبه رو اضافه میکنم. اون زردچوبهش؟ زردچوبه هست. ببین کفشو کاملا من دیگه گرفتم، کف نداره. بعد روغشو میریزیم، خب انزه کافی، اگه خواستیم دو مرتبه میتونی بریزیم. روبشم ریختم حالا نمک بهش میذارم، اینم نمک. یه این کاری نداره که درش فلفل نمیزنی؟ یه دارم فلفل میندازم توش. من برم از در یخچال فلفل دارم. تنده فلفل ها؟ اشاره که تنده، تون باشه خوبه. سرش بگیرم، سر فلفل رو نوکشم بگیرم، یه دونم فلفل میدازم اگه تون باشه که خب خیلی بهتر. در قابلمه رو میذاریم، دیرش رو کم میکنیم برای خودش بپزه. دیگه این تا زور بیچاره میپزه حسابی. حالا گوشفرنگی هم البته داریم، میریم که دو تا گوشفرنگی داریم، میریم سر گوشفرنگی اونه میگیریم. الان میخوای بندازی؟ آره، برای که رو بشه ریختم دیگه. این هم با چیز
گوشت بپزه. حالا گوشت فرنگی اون هم میریزیم توی آب گوشتمون. گوشت فرنگی هم انداخت. بله. خب که قدمت که خوش رنگ و خوشمزه باشه. همین فلفل انداختیم. همین گوشت فرنگی. می درشو میذاری تا بپزه. بله. کاری به ما نداره دیگه. بر خودش میپزه. حالا ما چاییمونو بخوریم. بله چایی هم نمیدم خدمت. ما هنوز صابونه نخوردیم. بله. شکرم یادم رفته بیارم. خب حالا میار. چای رو میریدم. میر بفرمایی. صابونه. بفرمایی. ما بریم صابونمونو بخوریم. بله. بعد من برم تجریش. بله. سبزی خوردن بگیرم. بله. بیارم دیگه ببینیم چی میشه. به سلامتی. بفرمایید اون چای. میخوام بریم ببینیم آبش رو چه جوریه. سیب زمینیشو بریزیم. بله. پخته شده دیگه. بله. دیگه سیب زمینو بریزیم. نیم ساعت بذاره. سیب زمینو نم بریزیم توش بپزه. آماده میشه برای تا زور آماده میشه. خب میشه. بله. آب سیب زمینو نم ریخت. تریشم کم کنیم تا بذاری بپس. بله. خب سبزی هم که گرفتیم. بله سبزی هم گرفتیم. سبزی گرفتیم به بشین به پاک کنیم. ظرف بیارم بریم تا آبوشمون بپزه. سیب زمینیش مازلی سبزیمونو پاک کنیم. خب آره دیگه سبزی خوردن هم داشته باشه دیگه. آبوش آره دیگه آبوش سبزی خوردن میخواد دیگه. آره. حالا اون دفعه خانوم ما رفتیم آش گوشفرنگی بپزیم. رفتیم سس این آب گوشفرنگی مونو بریزیم توی آش. تای ست رو گفتن که گاز روشن بوده منم متوجه نشدم. بعدا گذاشتم روی گاز و بعد دیدم با یه بسته برداشتم دیدم یه بوی. آره ماهی من گفتم اینجا بوی پلاستیک سوخته میاده. من فکر کردم روسری. منم فکر کردم دم روسری افتاده روی شعله گاز. حالا نگو تای سطله بوده. هر چی نگاه کردم دیدم نه بابا ما روسری نیستش. مال سطل بوده. آره بیننده ها همه متوجه شده بودن. ما خودمون اینجا متوجه نشدیم. فقط بو رو میفهمیدیم. بله. خلاصه ما فقط بو رو میفهمیدیم. هیچ چی دیگه الحمدلله به خیر گذشت و ما زود برداشتیم. تا این سطلی که سوراخ نشد دیگه بریزه. اونجا آره. میفهمیدم که سطل سوراخ شده. اما نفهمیدم که متوجه نشده. هیچ چی اینم از سوختگی تا سطل به خیر گذشتش. مال آش ما. باریکلا خوشم آمد که شما متوجه شدی. من خودم که اینجا بودم متوجه نشدم. خب ما بوشو فهمیدیم. خب نه منم چون داشتم فیلم میگرفتم خودم حواسم نبوده. شما هم که داشتی کار میکردی بعد دیگه بیننده ها دیدن که زیر شعله روشنه چقدر ناراحت بودن و میگفتن یه وقت اتفاقی نیفته. خب حالا خدا رو شکر که چیزی هم نشده. آفرین به بیننده ها که اینقدر متوجه شدن که آره دیگه. بله دیدن که مثلا متوجه شدن که دیدن که مال سطل بوده مال روسری من نبوده. بله خب ریکانامونم پاک شدش. حالا دیگه بریم سر بقیه سبزی ها و تا مامانم داره سبزی ها رو پاک میکنه منم یه چایی بریزم که بخوریم چون رفتم تجریش سبزی خریدم اومدم خیلی هم شلوغ بوده و هوا هم دیگه بارونی و حسابی هوا گرفته اصلا دیگه تاریک شده انگار. حالا تا ما اینو پاک کنیم و زور بشه ببینیم آبگوش در چه حالیه. برم آبگوش حاضره برم دوباره بکوبم. خیلی در آبگوشتمونو برداریم بریم دنبش رو پیدا کنیم. چه آبگوشتی هم شده. احبا. البته دنبش کم باید دنبه زیاد بشم و دیگه دنبه نداشتیم. حالا همینی که در... منم رفتم که دنبه بگیرم مثل که دیگه کم بوده دنبه شده نیستش. حالا ولی حالا رفتم سبزی بگیرم تجریش اونجا بودش دنبه گرفتم حالا پاسه آبگوشت های بعدی دفعه دیگه ایشالا آبگوشت با چربی و فد فرامون این دفعه چربیش کمه دنبه همون رو گرفتم تو قابلمه حالا میخوام بکنمش. قشنگ بکوبیم روغنش در رو
معدن دوبش خیلی کمه برای این آب گوش. اما خب شما به خوبی خودتون میل کنید دنبم رو کم. تموم شد دنبم. خب کوبیده شد؟ بله کوبیده شد. حالا بریم دنبم رو داخل آب بریزم توش یه ذره شل بشه بعد بریزم تو آب گوشتمون. بریزم تو آب گوشتمون یه ذره آب گوشت بریزم تو قابلمه دنبه ها بره توی آب قابلمه. گوشت ما حاضر شد به این ترتیب. گوشتش هم قشنگ پخته. بح چه آب گوشت شده جای همه که خالی. بله خب آماده است؟ بله آماده است. پس میخوای بکشی دیگه؟ بکشی قابلمه. حالا بریم آب آب گوشتمونو بریم توی قابلمه بذاریم داغ شه تا گوشتمونو بکنیم. یخ نکنه؟ یخ نکنه بله. اگه بخوام الان بریم تو کاسه تا بیام توش کوبیدمونو بکوبیم سرد میشه. سرد میشه دیگه. بله من این خورده اینجوری خالی کنم در قابلمه رو بذارم ذره آبش رو خالی کنم که گوشتاش نیاد. نه نیستی رو خودت بخوای من بیام خالی کنم؟ نه یا خوشی سخوناشو در میارم برای کوبیدن حاضر میشه. سخوناشو در رو سبا کنم گوشتاشو بعد بکوبیم. خب بریم گوش کوبیدمونو بکوبیم. بکن آبشو خالی کردیم. حالا بریم گوش کوبیدمونو بکوبیم ببینیم چجوری شده. بله به به دست درد نکنه چه آب گوشتی. یه گوش کوبیدمون آماده شد بریم حالا بکش. سلامتی بدم بکشم گوش کوبیده رو. خودم گوش براش بذاریم بغلش. چیزم بریزیم روش آب گوشتم بریزیم که خوشگل بشه. بفرمایید. بذارم اینجا. حالا برم چیزو بکشم آب گوشتمونو بکشم. آب گوشتم بکشم. اینم آب گوشت. بفرمایید. آب گوشت ما حاضر شد. بفرمایید نوشه جان کنیم. حالا بریم اون رو ریز کنیم. آب گوشت بریزیم اول. گوشت ریختیم حالا نونم ریز کنیم. جای همگی خالی؟ بله بسیار جای همگی. این آب گوشت ما خالی. شما هم درست کنیم نوشه جان کنیم. آب گوشت ما نونم ریختیم. بفرمایید. دست درد نکنه. مرسی. چیز اینه آب گوشته. دست درد نکنه. ما آب گوشت رو خوردیم. حالا اومدیم یه خورده استراحت کردیم. حالا اومدیم چای بخوریم. حالا ما که آب گوشتمون رو خوردیم حالا شما تعریف کنیم زمانای قدیم آب گوشت درست کردن مثل الان اینطوری بودش؟ چجوری درست میکردین؟ گوشتش رو چه کار میکردین؟ بابا
والا قدیما با الان فرق داشت. الان گاز، قدیما گاز این چیزا نبود، سفیدله بود و والور بود و این چیزا بود. مثلا بعضی ها رو آتیش درست میکردن، قدیما آب گوشش گوشت رو درست میکردن. خب یخچال مخچال مگه بوده اون نه خب یخچال که قدیما نبود که، گوشت ابرو میرفتن میگرفتن شب میگرفتن برای صبح. بعد آب انبار بود، یخچال نبود که، آب انبار تو همه خونه آب انبار میبردن گوشت رو میذاشتن. خنک بوده اونجا؟ گوشت رو میبردن خنک بود اونجا. میبردن اونها رو خربازه این دوانه به هرچی به فصلش میبردن میذاشتن تو اون آب انبار زیر چیز پاشی گفتن پاشی آب انبار گفتن پله بخور میرفت پایین شیر داشت میگفتن پاشی اسمش پاشی اونجا. بعد من داشتن گوشت رو می آوردن آب گوشت رو خواستن درست کنن، این چیزا نبود، به گاز و نمیدونم زود پس و این چیزا خبرها نبود. الان همه چی ماشاءالله همه چی جوونا دارن، بازم هنوز ناز دارن و گلگی از روز قبل. بخش روز قبل گوشتتون رو می گرفتین و کجا نگه می داشتین؟ آها همون تو اون همون دیگه می بردیم می داشتیم تم برای آب انبار پاشید. آه اونجا آها خنک بوده. پله میخورد میرفت پایین جای خنک میبردن میذاشتن توی سبد، زیرش هم یه چیزی میذاشتن که جک جونور نره تو بلندی میذاشتن. دیگه به صبح بلند شدن گوشت رو میآوردن و میشستن و درست میکردن میذاشتن جوش میآوردن میذاشتن رو سفیدیله یا رو والور جوش میآوردن کفش رو میگرفتن هر چی میخواستن توش بریزن میریختن بعد میآوردن میذاشتن روی سفیدیله برای خودش کورسو کورسو ریز ریز میجوشید، آبش هم تموم نمیشد. یک آب گوشت بسیار خوشمزه که بوش هم در خونه از این آب گوشت برای گوشت خوب بود. آره دیگه گوشتش خوب بود، نه گوشت های الان که از ده تا پیاز هم میدادید توش بازم بزرگ میده، بازم آدم اون گوشت قدیم میزه، اون عطر قدیم میزه. آره خب گوسفندا دیگه اون موقع ها باغ و نمیدونم علف ملف زیاد بوده، خب گوسفندا هم میخوردن دیگه. بله علف میخوردن دیگه، آشنا نمیخوردن تابستون پوست خربازه پوست هندوانه، زمستون هر روز هر چیزی فصلش چیز علف تازه میخوردن. خب گوشتش هم عب داشت، اما حالا چی میخورن؟ معلومه چی میخورن، اصلا نداره. بعد کرسی داشتن به تاق این کرسی اگه بگم مادر میخندن. خب جوانه الان میخندن، از قدیم دارم تعریف میکنم، مال الان مال 50 سال پیش 60 یعنی آب گوشت رو تو کرسی درست میکردین؟ آب گوشت رو یه سی میبستن به تاق کرسی روی اون منقلی که آتیش میکردن میذاشتن جوش میبردن. دیزی بود اون موقع، دیزی بلند دستم داشته دیگه حتما، دیزی بلند. بعد جوش میبردن میبردن سی میبستن به دوتا دسته های این دیزیه میبسترش با اون سیمه که آبزون کردن توی کرسیه. آره تش میرفت رو اون آتیشه تو منقل تا صبح ریز 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 با چی میشد اون زیر کرسی بوی آب گوشت. حالا زیر آب گوشت چه بو عطری در میامد بماند. حالا خب اون زیر آب گوشت تو اون زیر کرسی پای کسی نمیخورد به آب گوشت. اگر پاش میخورد به منقل یا پاش میخورد به تاقه میسوخ قشنگ جاست آبوشه میریخ خورد بودود و نمشم برمیامن میریخ تو منقله. خب باید مواظب بودن دیگه حتما، همه بچه ها وارد بودن که پدر مادر ها یک همچه آبوشی میذارن پاشون یک وقت به منقل نخوره بریزه دوده و چربی مردی در مواظب بودن که پاش به منقل نخوره. پس این مادری آب گوش درست میکردی؟ آب گوش نه، اونجوری آب گوش درست میکردم. آب گوش پخته و له شده و عطرش هم دنیا رو ببه. اما از اون موقع که پاکه یک این بچه ها میخورد به مقرم دیگه چه آب گوشت هم میریخت؟ آب گوشت یه بر میشد یا میریخت و رو آتیش دیگه معلوم بوده چی چی بر. آره دیگه اون موقع هم با اون نونای تازه و نونای خوب خونه ها همه تنور بود، نون هفته به هفته درست میکردن، نون تازه میخوردن. مثلا اگه اینجا نون تنور بود همه تنور داشتن، اگه درست میکردن تو ده تا کوچه اون وطن میدوندن خونه فلانی داره نور میپزه حتما همه جمع میشدن یه جا درست میکردن. نه اگه جمع میشدن همه خودشو داشتن داشتن آها برای کمک همدیگه می
میرفتن. میرفتن. یکی نون میخواست بپزه میرفتن کمک، اون یکی میخواست بپزه هفته که میرفتن کمک هم دیگه میکردن. دیگه درست میکردن، نون آدم حذف میکرد. چه خوشتش، چه تازش حد داشت. اما الان اون سنگک ها مون نداره. دیگه همچی سبزی خوردن باشه، نه پیاز. آره. یا ترشی. پیاز و ترشی. ترشی هم خوب بوده دیگه. بعدم اونطوری نمیزدم تو دماغ آشپز کنه مادر چاقو بندازن و پوست بکنن. حتما یکی میزنن تو سرش. هم داشتن دو سه تا پیاز نوردن همون سفره میزدن اینطوری گروهش و سر پیاز. چونم داشتن دیگه. الان یه دونه گوله مش بخوام به اون پیازه بزنیم دستتو باید بکری بری یه هفته دکتر. دستتو خونی کنی دستتو بشوری نمتونم. آره دیگه. مریضی نگیری گلو درد نگیری سر. حالا پیاز پر گیر و آشغالم بود و برای میخوردم تکونش بده در خاکاش بریزه یه دونه گروه باشم میزدن سر پیازا هر کسی یکی یکی پیاز میدن میشدن با همون دوم بشکه هست سرش پوست میکردن و میشدن با آب صفایی داشته دیگه اون قدیم ها مریض هم نمیشدن. آره دیگه دیگه ضد ویروس بودن اون موقع. آره آره دیگه. حالا قدیم ها مادر اینجوری بود. مثلا دارم میگه قدیم ها مثلا چی درست میکردن؟ دوبله چشم بلبلی مثلا پلو درست میکردن. الان هم درست میکنن دیگه خیلی جا. خوش مثلا یخچال نبود که برن چیز بذارن باقالی بگیرن. آره دیگه باقالی خوش. باقالی بود میگرفتن خوش میکردن برای زمستون. شب میرفتن تو آب سرد تا زمستون این خیس میخورد. صبح بارم شد میخواستم دمی باقالی درست کنم. شیمیدم من قدیم خوش کرده بود. خوش داشتم. یخچال نبود که بخون کنن شیمیده بذارن تو یخچال. این خبرها نبود. کارا رو میکردن برای زمستون. بوی فرنگی میگردن گرد گرد میبریدن میذاشتن روی مثلا توری خوشکش میکردن. خوش میشون اون بادمجون خوش شده که برای تعریف کردن تو نخ میکردن با همون گوجه ها و بادمجون ها خورش درست میکردن. خوش شده رو میبردن میذاشتن لابلا اون بادمجونه اون خورشته مثلا گوجه فرنگی تا مثلا آره دیگه دیگه مثلا به زبون خودش خوشمزه. آره دیگه. الان دیگه دارن آبگوشتا رو اینطوری میذارن روی گاز و زودپز و آرامپز و دیگه الان میرن گوش میگیرن میرن تو زودپز و نیم ساعت آبگوش درست میشه. آره دیگه. آبگوش میشه. آره. اما مزه دیگه هر زمان آره دیگه بله اون موقع ها آبگوشی که رو بالور میذاشتن و آبگوشی که تو رو یا روی هیزم میذاشتن. آره دیگه روی هیزم. آره دیگه. حالا دیگه اینطوری درست میکنن. حالا دیگه بالاخره دیگه زندگی دیگه دیگه هی هر روز داره مدرن میشیم دیگه. اگر مثلا 10 تا مهمون سرزده میرم امرو مثلا میگم دب چی دارید؟ دمی باقالی دارید. دمی باقالی درست میکردن. اگر مهمون سرزده بود مرغ داشتن که آره که تلفن اینا که نبوده که خونه ها مرغ بود میرفتن 4-5 تا با رو کره با روغنی که خودشون داشتن کره سرشی او خامر میگفتن درست میکردن نیمرو درست میکردن میبودن میذاشتن بقید دنگ باقالی با یک کاسه ترشی با البته با اون پیازه که تو سرش میزدن میشستین میخوردن میشستن میخوردن مزه میکرد. آب گوشت هم اگه بود حتما آب میریختن توش. اگه یه بیه مهمون سرید آب وقت آب آبانبار که بود میرفتن میابردن یه خودم آب میریختن تو آب گوشت دیگه چون چیز نبود کسی گلگی نمیکرد. من امرو رفتم خونه خانم نصیبی مثلا آب گوش خوردم یا دمی باقالی خوردم نمیدونم مرغ نبود و نمیدونم کبا این خبر رو نبود کس از همدیگه گلگی نمیکرد. میخوردم همه با همدیگه رفت آمد میکردن برای اینکه عده اطفارا نبود همه با همدیگه رفت آمد میکردن. آره دیگه الان دیگه خبر بدن ما در خبر آره یه تلفن نبوده که تلفن بتنم بگن ما مثلا امرو من با بچه هم میام در میزدن و میرین سر بچه هم و پشت درم. آره دیگه در با میکردن. حالا روزشون بود. حالا پلو بود، دمی بود، هر چی که بود، آبگوش بود، سرگوشتی بود، قمریزه بهش میگن، عرض به خدمت شما، کله جوش بود، هر چی بود، میذاشتن و حالا یکتر کمتر میخوردن، اما با بگو و بخن، آره دیگه، دوره هم، تخمه اضافه میشد، آره دیگه، هر چی بود، تخمه بود، تخمه اضافه میشد، من زندگی البته خیلی با این که همه چی مرتبه، خوبه دیگه. یخچال هست، فریزر هست، دیگه دودپز هست، همه چی وسیله هست، اما زندگی الان راحته مثلا، اما لذتی که قدیم بوده. قدیم ها بوده، آره دیگه، مخصوصا
شماها که خب اون قدیما رو دیدین و ما هم یه کمی دیدیم، خب بله دیگه، دیگه چاره ای نداریم، باید با همین بسازیم. بله دیگه، با ساخت آدم شما سلامتی باشه. آره دیگه، دیگه همینم هم... با کم و زیاد میسازیم. آره سلامتی باشه. دستت هم درد نکنی، خیلی عالی بود. آبگوشت که خیلی خوشمزه شده بود، جای همگی خالی، خیلی عالی بود. و ما هم بریم حالا دیگه چایمون رو بخوریم بعد از تعریف کردن خاطره مامانم. دیگه چایمون دیگه حتما یخ گردش، دوباره بریم عوض کنیم و بخوریم. دستت درد نکنه، مرسی، همگی رو به خدا میسپارم. قربانت برم، زنده باشی.